چهار بعد از ظهر لندن، 7:30 شب در تهران، 8:30 در کابل. شما مردانگی و چهره مردانه رو چطور تعریف میکنید؟ آیا آرایش کردن به تصویر یا نقش مردان در جامعه لطمه میزنه؟ آیا شرکت های لوازم آرایشی هستند که برای سود بیشتر نیاز به آرایش رو دارن در بین مردان رواج میدن، یا اینکه نیاز وجود داره و تولید کننده ها صرفا دارن بهش پاسخ میدن؟ وقتی از آرایش صحبت میکنیم، مرز بین زیبایی زنانه و مردانه به اعتقاد شما کجاست؟ این هشتگ شماست. من نیکلاس هستم. راه تماس رو این پایین میبینید. ایمیل، اینستاگرام، تلگرام، توییتر و البته تلفن هم مثل همیشه هست. همه جا منتظر شما هستیم. در شروع برنامه میخوایم بریم به کره جنوبی، کشوری که در سالهای اخیر با فرهنگ پاپش یا به اصطلاح کی پاپ در کنار تکنولوژیش معروف شده در دنیا، و یکی از این جنبه‌های کی پاپ هم آرایش کردن پسرها و مردانه. ببینیم قضیه از چه قراره، بعد میریم سراغ اصل بحث. لیپانیکویو اینکه중학교 3학년 때 되게 여드름이 이제 폭발하는 시기였어요. 화장이라는 그런 수단이 있더라고요. 그래서 컨실러, 화장품, 파운데이션 그런 거를 막 사 모으면서 이렇게 발라보니까 메이크업을 할 때는 조금 더 안 했을 때보다는 당당해지는 기분이 듭니다. 가다가 남성분들이 화장을 하면 조금 연세가 있으신 그런 할머니 할아버지 분들께서 안 좋게 보시는 경향이 많거든요. 그래서 그런 분들의 경향을 조금 인식을 바꿔주고 싶다라는 생각이 들어서 메이크업을 시작하게 되었고 유튜브를 시작하게 되었고. بسیار خوب. بعضی از جنبه‌های پدیده رو با هم دیگه می‌خوایم مرور کنیم بعد از اینکه نگاهی کردیم به وضعیت در کره جنوبی. میبلین نیویورک یکی از مارک‌های معروف لوازم آرایشی هست که برای اولین بار در تبلیغ ریمل خودش از مدل مرد استفاده کرده. یکی از این شرکت هاست که سعی کرده وارد این بازار بشه. اگر بخوایم به گذشته نسبتاً دور نگاه کنیم در عالم پاپ، نسبتاً دور از دیوید بویی، خواننده نامدار پاپ دهه 80 و 90، یکی از اولین خواننده‌هایی بود که در دهه 70 میلادی آرایش می‌کرد، شخصیت‌های مختلفی ایجاد می‌کرد، از جمله زیگی استار داست، و شاید به یکی از همین به همین دلیل بود که از آرایش هم استفاده می‌کرد. به هر حال برندهای محصول آرایشی مردانه بیشتر و بیشتر دارن میشن، مثلا ایو سن لوران و تام فورد خط چشم و حتی کانسیلر مردانه دارن، و گاهی از لغت‌های جدیدی هم استفاده میکنن. به جای ماسکارا یا سرمه میگن منسکارا، یا به جای آیلاینر میگن گایلاینر. اینها پدیده های جدیدی هستن. تو گوش من میگن که سرمه نیست، ولی خب من تجربه‌ام کمه، واسه همین اشتباه کردم. سرمه خط چشمه. شما به بزرگی خودتون و به تجربه خودتون ببخشید. اما محصولات مردانه ایساس، مارک لندنی هست در محله کمدن، مقرش هست، بیش از 40 مورد رسیده فقط محصولات مردانش، از کانسیلر و کرم پودر گرفته تا ریمل و پودرهای حتی پرپوش کننده ریش. در این باره میخوایم بیشتر صحبت کنیم. اول بریم سراغ خطهای تلفن، ببینیم که کی با ما صحبت میکنه. عطیه رو داریم از مشهد، و بعد از او اگر اشتباه نکنم کمال هست از میلان. خب سلام میکنم به خانم عطیه در مشهد. شما چی فکر میکنید درباره این قضیه؟ ما یکی از سوالایی که پرسیده بودیم این بود که اصلا مردانی که وارد این ترندهای جدید میشن و آرایش میکنن جذابیت بیشتری برای شما دارن یا کمتر؟ سلام، خسته نباشید. سلام به شما. به نظر من آرایش کردن مردا چیزی نیستش که ما بخوایم نهیش کنیم یا بگیم که این کار درستی نیست و به مردانگیشون آسیب میزنه. به نظر من همون جوری که چندین سال پیش یه سری کارها مثل رانندگی، حق رأی و خیلی کارهای دیگه صرفاً در اختصار آقایون بود و جنبش فمینیست را افتاد و زنها برای حق خودشون جنگیدن، آرایش کردن هم یه چیزیه که خب
مدت زمان زیادی بوده که صرفا خانم‌ها ازش استفاده می‌کردن و حالا اگه آقایون دارن این کار میکنن ما نباید به این دید بهش نگاه کنیم که مردانگی آقایون داره با این کار دیگه سوال میره. نظر من این کاری که آقایون میکنن با اون جنبش فمینیستی که افتاد هیچ فرقی نداره و میتونیم به این نگاه کنیم که خب این هم یه چیزیه که آقایون دوست دارن انجام بدن. حالا اگر بخوایم از منظر حقوقی و قانونی به قضیه نگاه نکنیم، چون در بعضی کشورها مثل ایران خیلی از نرم‌ها رو قانون هم تحمیل میکنه و شاید آقایونی که بخوان آرایش کنن یا حتی آستین کوتاه بپوشن نتونن وارد ادارات دولتی بشن، وارد دانشگاه بشن، حتی دستگیر بشن و اینها، ولی در خیلی از کشورهای دیگه مثل اروپا و آمریکا مشکل قانونی نیست، بنابراین حق محفوظه، حق انتخاب و سلیقه و اینها. اما شما شخصا آیا میپسندید یک چنین افرادی رو، یا اینکه اون نگاه قدیمی دارید که مثلا مرد باید به اصطلاح یک جذبه ای داشته باشه و یه خورده خشن‌تر و زمخت‌تر باشه به قول معروف؟ نه، من اصلا این فکر رو راجع به آقایون نمی کنم که باید مرد اینجوری باشه، مرد اونجوری باشه. اینا تعاریف کلیشه‌ای هستش که برای جنسیت تعریف، یعنی برای جنسیت زن و مرد ماها یه سری کلیشه ها داریم. همینجوری که شما میگین مرد باید زمخت باشه، مرد باید فلان باشه، بعضی زنها میگن زن باید ظریف باشه، زن باید همیشه ترتمیز و مرتب. بسیار خوب. پس شما به کلیشه، حالا اسمشو کلیشه بذاری یا نقشی که جامعه تعریف میکنه و سنت و اینا، خیلی اعتقاد نداری. متشکرم از عطیه. میخوام نظر کمال در میلان رو بشنوم که در یکی از کانونهای مد اروپا هم طبیعتاً هست. گوش میکنیم به شما. سلام به کمال. سلام دوست عزیز. اول اینکه من کامل با صحبت خانم عطیه و کلن آرایش کردن مردم مخالفم. این حرفشون مثل اینه که از فردا یه جنبشی توی مردم را بیفته، جنبش رژ لب قرمز، و مثلا بخوایم بریم در این باره پروتست کنیم، اعتراض کنیم و این صحبت ها. اینو پس اصلا قبول ندارم. و بعد من دارم حقیقتا توی شهری زندگی میکنم که پایتخت مد دنیا، و شاید الان که فکر میکنم هیچ موردی از آرایش مردان رو ندیدم تا به حال. چرا؟ چون اینا فهمیدن، پایتخت ما دنیا، اینا فهمیدن که مرد با زن باید تفاوت‌هایی داشته باشه. اینا فهمیدن که یه عقبه چندین هزار ساله پشت این حرفه که مرد و که زن اول توی غار می‌نشسته. البته یه ذره صحبتم اگزاجره است، ولی خب باید هم اینو بگم. و مرد می‌رفته شکار، زن باید تن‌نازی می‌کرده و مرد ناز رو می‌خرید. این یه نکته. نکته دوم که بسیار نکته مهم‌تره. کجا بگید که بریم جواب عطیه رو بشنویم؟ بفرمایید. خب، مثل که نکته دوم کمال موند، شاید برگردیم بهش. ببخشید. خانم عطیه، کمال میگه نقش مرد و زن از قدیم الایام هم که چه بگیم، از دوران باستان و ماقبل تاریخ با هم فرق میکرده، و همین الان من تو میلان نشستم، پایتخت مد دنیا به قول کمال، و پسرها خیلی آرایش نمیکنن. آیا فکر نمیکنید شاید یه واکنشی هست در ایران، مثلا پسرها آرایش میکنن چون یه سری از جنبه‌های اجتماعی حکومت محدودشون میکنه و میخوان یه جوری لج و لج بازی کنن و اونطوری واکنش نشون بدن؟ من دو تا نکته بگم. اما اینکه با حرفایشون کاملا مخالفم، یعنی نمیشه که اگه هزار سال پیش، سر هزار سال پیش، هر چند هزار سال پیش ما یه جوری زندگی میکردیم و انسانهای اولیه یه جوری زندگی میکردن، ما هم هنوز که هنوزه همون جوری زندگی کنیم و اون بایدها رو به خودمون تحمیل کنیم. ما در این سال 2019 زندگی میکنیم و اگه ایشون هنوز این طرز تفکر دارن، به نظرم حالا طرز تفکر هزار سال پیش، یک مثالی زد، خودش هم گفت که داره اگزاجره میکنه به قول معروف، ولی امروز چی؟ امروز به نظر شما مرد و زن باید به یک اندازه آرایش کنن و به یک صورت آرایش کنن؟ من باید به یک اندازه آرایش کردن موافق نیستم، ولی موافق این هستم که اگر مردی دوست داره که این کار انجام بده، یعنی فکر میکنه با اون کار زیباتر میشه، ما نباید اونو مورد تمسخر قرار بدیم. و اینکه اگه این آرایش کردن مردان فقط صرفا از به قول خود شما برای مخالفت کردن با یه سری قوانین حکومتی و اینا باشه، به نظر من اصلا جالب نیستش. ولی اگه کسی اینو حق خودش بدونه که بخواد آرایش کنه، من به خودم هیچ وقت این اجازه نمیدم که بخوام اونو زیر سوال ببرم. بسیار خوب، متشکرم از عطیه در مشهد. آقای کمال، حرف شما یک مقدارش قطع شد، ببخشید. من کلام آخر و جواب آخر رو به شما واگذار میکنم. خواهش میکنم. ممنون. من به عنوان کلام آخر میخوام بگم که اینها همه سیاست های مدیا
مدیاست که برای ما استاندارد درست میکنه. سیاست های رسانه ها زندگی. رسانه ها رسانه کلن مدیا رسانه رسانه های مد رسانه های نمیدونم هر چیزی، یعنی این حسله به حدی بزرگ شده که حتی بی بی سی میاد ساعت براش میذاره، براش دیبه بحث میذاره. اینا همه رسانه است که داره ما رو کنترل میکنه و داره به همون استاندارد میده. من هیچ عیب نمیدونم پس وضع چرا بی اهمیته به نظر شما؟ من که گفتم بی اهمیته؟ پس شاید من اشتباه شنیدم. بله فکر میکنم همینطوره. شما نمیگن آیا به نظر شما بی بی سی نباید به این موضوع میپرداخت، یا اینکه فکر میکنید که موضوعی که در خور پرداخت هست؟ بی بی سی انقدر موضوعیت انقدر حرف من فکر میکنم سخت نبود. من میگم انقدر این مسئله بزرگ شده توسط مدیا که بی بی سی هم به صرافت این افتاده که در این باره برنامه درست کنه. متوجه شدم. بچه بخواین چه نخواین پاتوی کفش اونا گذاشتن، داریم با کفش اونا راه میریم. بسیار خوب. متشکرم از کمال. طبیعتاً یک پدیده‌ای هست که پدیده وجود داره و ما هم در حد خودش بهش میپردازیم. به هر حال متشکرم هم از عطیه در مشهد هم از کمال در میلان. ببینیم که بعضی از دست‌اندرکاران صنعت مد و آرایش، بیشتر آرایش تا مد، در این باره چی گفتن. اولیش جانی کازاگراند هست، کارشناس شبکه‌های اجتماعی است و وبلاگی هم داره در زمینه مد و آرایش و زیبایی. میگه که حتما خیلی آرایش مردان رو عیب میدونن، اما این موضوع دارد عادی‌تر میشود. عده بیشتری از دوستان من، چه همجنسگرا و چه دگرجنسگرا، آرایش میکنن. وقتی آرایش میکنی احساس راحتی و اعتماد به نفس بیشتری داری. یکی از خاصیت های لوازم آرایش طبیعتاً همین هست. استفاده از لوازم آرایش در مردان دیگر تابو نیست. به زودی شاهد غرفه های مختص مردان خواهیم بود. اید ویسمای شارما هست، رئیس برند لورئال در بریتانیا. خوب گوش کنید به این اظهار نظرها که بعد اگه تلفن میکنید دربارش صحبت کنیم با هم دیگه. شارلوت لیبی کارشناس مسائل آرایش و زیبایی هست، میگه که همه مردان از لوازم آرایش استفاده نخواهند کرد، اما تعداد کسانی که با آن روی میآورند بیشتر و بیشتر خواهد شد. و باز ادامه میده، محصولات آرایش مردانه تنها 1% بازار رو به خودشون اختصاص میدن، اما تابوی آرایش مردان برای داشتن ظاهری بهتر دارد فرو میریزد و شرکت های آرایشی هم دارن از این شرایط بهره میبرن. و بالاخره الکس سکولدینگ هست، مدیر یکی از بخش‌های زیبایی ایساس هست، برند بریتانیایی اشاره کردیم. میگه که ما می‌خوایم سنت‌های تاریخی را به چالش بکشیم و با نفوذی که داریم به مشتریانمون کمک کنیم تا خودشون رو به شکلی که دوست دارن در بیارن. الکس سکولدینگ بود از برند ایساس. می‌خوایم بریم از طریق اسکایپ به نروژ و صحبت کنیم با خانم مهدیس صادقی پویا که کارشناس و دانش آموخته علوم جنسیتی، مطالعات جنسیتی هستند. خانم صادقی پویا خیلی ممنون از وقت شما. می‌خوایم ببینیم که چه اتفاقی داره می‌افته در دنیا، در دنیای آرایش و زیبایی و در بین مردان. پیشتر که با شما تلفنی صحبت کردم می‌گفتید که می‌خواید از سه منظر به این قضیه نگاه کنید. بله، من فکر میکنم به واقع برای پاسخ دادن به تمام سوالاتی که خیلی از سوالاتی که تو این زمینه مطرحه و اینکه اصلا یک نگاه کلی به دست بیاریم از اینکه چه اتفاقی داره میفته، پیامدهاش اگر پیامدی داشته باشه که داره چه هست، و در واقع بتونیم نگاه کنیم افرادی که از دریچه های در واقع مختلف به این مسئله نگاه میکنم، فکر میکنم از سه تا دیدگاه اصلی میشه موضوع رو بررسی کرد که هر سه تا دیدگاه در واقع در تضاد با هم قرار میگیرن، یه میزان ساختارشون ممکنه در واقع با هم متفاوت باشه. یک مسئله ای که هست اینه که چند سال پیش 2016-2017 بین در واقع متخصصان علوم اجتماعی و همینطور در واقع متخصصان صنعت مد این بحث مطرح بود که سال 2018 سالی خواهد بود که فضای علوم اجتماعی و در واقع رسانه ها به خصوص رسانه های در واقع جریان اصلی به این مقوله توجه خواهند کرد، به خاطر اینکه در واقع داریم روز به روز با این مواجه میشیم که بیشتر دیده میشه این پدیده که مردانی که در واقع آرایش میکنن و اصلا چرا این اتفاق میفته و باید اتفاق بیفته یا نه. دیدگاه اول که به نظر میرسه دیدگاه متعلق به کسانی که تعدادشون هم به نظر میرسه خیلی بیشتر هست، یک دیدگاه سنتی است، لزوما مذهبی نیست ولی عموما مذهبی هم هست. دیدگاهی که با این جملات بیان میشه که اصلا مگه آرایش مال مرده؟ مرد باید آرایش کنه، آرایش یک امر زنانه است. با در واقع این گزاره ها مواجه میشیم که اصلا به نظر میاد ماهیتش همون چیزی باشه که مردانگی رو تنزل میده به وسیله هر چیزی که منتسب به زنان باشه و بخواد زنانه تلقی بشه، که به نظر میاد دیدگاه عموم کسانی است که در این باره اظهار نظر میکنن و بهش نگاه میکنن. دیدگاه دوم
دیدگاه کاملا متضاد با دیدگاه اوله، کسانی که یک دیدگاه لیبرالتر و در واقع آزادی خواهتر با این در واقع جملات و با این گزاره ها که چرا حق انتخاب رو باید از افراد بگیریم، چرا اصلا ما خط‌کشی جنسیتی داریم، چرا در واقع زن مردان هم نباید یک سری کارهایی بکنن که تا الان زنانه تلقی میشده و اصلا ما حق اظهار نظر درباره انتخاب‌های شخصی افراد، درباره به خصوص ظاهرشون که حق مسلمشون هست، چطور انتخابش بکنن و چگونه پوششی داشته باشن رو نداریم. دیدگاه سوم که شاید کمتر شناخته شده باشه و افراد کمتری درونش گنجانده بشن، یک دیدگاه فمینیستی است و شاید بشه گفت یک دیدگاه از سوی فمینیسم رادیکال که در واقع تمرکزش رو هم روی مصرف گرایی میگذاره. آزادی رو با این آزادی موافقت میکنه که بله ما حق در واقع خط کشی و مرز بندی بین افراد و تعیین کنیم چه کسی چه چیزی بپوشه، چرا در واقع چرا یک مرد باید کار زنانه بکنه، چرا یک زن باید کار مردانه بکنه، اینها رو در واقع میپذیرم، ولی میگن به عمقش هم توجه بکنیم. ما فمینیست های رادیکال داریم تلاش میکنیم زنان رو هم از بند محدودیت هایی که صنعت زیبایی که مرد سالاره و در واقع با این نگاه که زنان رو در خدمت مردان قرار میده، الان میبینیم حتی تو فضای فارسی زبان هم یک مباحثی مثل این که موی بدن زنان یا اصلا آرایش کنیم نکنیم و این تبدیل به یک وظیفه شده، تبدیل به یک وسواس شده، یا اصلا ما در واقع میتونیم آگاه باشیم که مرز بین این که این آزادی انتخاب ماست و چقدر داریم در خدمت اون چیزهایی که حالا مصرف گرایی هست یا مرد سالاری هست قرار میگیریم، که در واقع این نگاه هم با اون نگاه های دیگه در تضاد، ولی به نظر میرسه نگاهی است که هم در واقع ماهیت ریزبینانه تری داره و همون ساختار آزادی خواهی رو که در واقع برای افراد جنسیت بر مبنای جنسشون تعیین نکنه که مردها باید یک سری کارها انجام بدن، زنها باید یک سری کارها انجام بدن و ما رفتار در واقع مردانه و زنانه داریم. اگر کوتاه جواب بدین به من ممنون میشم. یک سوال پایانی ازتون بپرسم، بالاخره این حالا به قول دانشگاهی عاملیت رو ما قائل هستیم برای چه مرد چه زن یا نه؟ یعنی اگر فرد میره به سمت آرایش کردن خودش تصمیم میگیره یا تحت تاثیر رسانه هاست، یا اینکه رسانه ها هستن که از او پیروی میکنن و چیزی رو بهش ارائه میکنن که بهش نیاز داره؟ نه، به نظر میرسه در واقع عاملیتی است که خود فرد انتخاب میکنه اینطور در واقع رفتار بکنه، یعنی نمای جنسیتی رو داشته باشه، ولی بحث بیشتر سر این هست که این عاملیت آگاهی هم درونش هست یا نیست، یا ناآگاهی درونش هست. و به نظر میسه بیشتر از این که رسانه ها برخلاف، حالا من نظر شخصیم هست، برخلاف چیزی که دوستمون گفتن که رسانه ها تعیین میکنن و این خطوط رو برای ما مشخص میکنن، به نظر میرسه بیشتر صنعت مد و صنعت زیبایی که تلاش میکنه با مصرف گرایی در واقع به منافع خودش اضافه بکنه، به نظر مثل اون بیشتر تعیین کننده است در اون ناآگاهی که در عملیات این در واقع انتخاب ها وجود داره. از فاکتور آگاهی هم خیلی مهمه. متشکرم از مهدیس صادقی پویا، فعال اجتماعی و دانش آموخته مطالعات جنسیتی از نروژ با ما بودید. خیلی متشکرم. من بعضی از نکاتی که شما با ما مطرح کردید رو بعد میخوام با تلفن کننده هم بررسی کنم مطرح کنم، ولی تا اینجا ببینیم که چی به ما فرستادید. @bbc شما شناسه توییتر ما هست. آرش میگه که من اصلا حال نمی کنم، هر چیزی باید سر جاش باشه، جذابیت و زیبایی جای خود، ولی آرایش کردن با لوازم آرایش دیگه مردونه نیست. فضل الرحمن میگه که آرایش کردن کار خوبی است، اما متاسفانه یک تعداد در افغانستان آرایش غلیظ میکنن، اما در کل میگم آرایش کردن کار مشکلی نیست، اما بعضی از آرایش هاست که چهره ها را خراب میکند، باید از کمپین کمپانی های تایید شده استفاده کنیم، اما اگر آرایش کردن را ادامه ندهیم ممکن است چهره را خراب بکنن. بیشتر به نظر کیفیت و مرغوبیت مارک و محصولات مد نظر فضل الرحمن هست. نکته وزین و جالبی است این هم. و بالاخره پرویز جمال میگه درسته که امروزه آرایش در میان مردان نیز فراگیر شده، اما چهره های ساده و بدون آرایش برای مردان و حتی زنان خیلی بهتر است. شما چی فکر میکنید؟ برگردیم به تلفن ها ببینیم که این بار کی همراه ما میشه. هادی رو داریم از تهران و مژگان از آلمان. سلام میکنم به هادی. آیا شما احیانا سراغ لوازم آرایش رفتید و فکر میکنید که تضادی داره با مردانگی پرداختن آقایون به آرایش؟ درود بر شما دوست عزیزم. سلام به شما. حال شما شده؟ خیلی متشکرم. شما چطورید؟ آرایش کردن یک چیز سلیقه‌ایه، باید احترام بذاریم به علایق مردم. من به عنوان یک آرایشگر، ما داماد میاد برای ما، اما اصلا آرایشگر آرایش‌ها رو انجام میده،
یه دامادم داره میگه نه من آرایش نمیکنم، میخوام ساده باشم، خیلی معمولی. شما آرایشگری هستید که اختصاصا آقایون رو آرایش میکنید و در این سالهای اخیر آرایش مردونه انجام میدیم و هر کسی نسبت به علاقه خودش میاد انجام میده و ما باید یاد بگیریم که به علاقه دیگرون احترام بذاریم. البته در سالهای اخیر شما آیا حس کردید که تعداد آقایونی که غیر از پیرایش خواستار آرایش هم میشن بیشتر شده، یک روند سعودی داشته؟ الان خیلی زیاد شده، همه دنبال اینن که زیبا باشن، دوست دارن قشنگتر باشن، دوست دارن شب دامادیشون خاص‌تر از بقیه باشن، نمیتونی هم جلوشونو بگیری. از چه آیتمای استفاده میکنی؟ چه جوری آرایششون میکنی؟ چه اقلامیو به کار میبری؟ ما سعی میکنیم آیتمای استفاده بکنیم که از رنگهای قرمز به دور باشه، یعنی یه مقدار رنگهاش مردونه تر باشه. از کرم پودرهایی که خانوما هم استفاده میکنن ما هم استفاده میکنیم، از رژگونه هایی که خانوما هم استفاده میکنن ما هم استفاده میکنیم. ولی باز یه معیار جدایی هست مردونه و زنونه، با اینکه مواد همونه ولی رنگهاشو رنگهاشو ما تغییر میدیم. تو سمت رنگ‌های قرمز یا آرایش‌های پشت چشم آنچنانی استفاده نمی‌کنیم. یه گریم خیلی لایت استفاده می‌کنیم. خیلی هم زیباست، من خودم خیلی دوست دارم، خیلی قشنگه. یه بودش هم برمی‌گرده به خواسته خانم‌ها. خانم‌ها الان دوست دارن مردهاشون زیباتر و تمیزتر و قشنگ‌تر و خوشبوتر باشن. خانواده آقایون چطور؟ هیچ وقت شده که یک دامادی برگرده بگه که پدر مادرم نپسندیدن دوباره من آرایش کن یا اطرافیان؟ احتمالاً پدر مادرها یه مقدار چون یه مقدار قدیمی ترن شاید مخالف باشن، اما خودش دوست داره، نمیتونی بهش بگی نکن، چون خلاصه شب دامادیشه، شب عروسیشه، شب مهمونیشه، میخواد متفاوت باشه از نظر لباس، از نظر پوشش، از نظر مدل مو، از نظر چهره. بسیار خوب، خیلی زیبایی، خیلی قشنگه، خیلی چیز جالبیه. بسیار خوب، متشکرم از هادی که از منظر حرفه‌ای برای ما توضیح داد مسئله رو. میخوام سلام کنم به مژگان در آلمان. خانم مژگان، شما چی فکر میکنید؟ آیا بیشتر آقایون صاف و ساده یا به قول ایتالیا یا آب و صابون رو ترجیح میدید که هیچ آرایشی ندارن، یا اینکه دوست دارید که به قول هادی در این جو و ترند جدید یک مقدار آرایش هم کرده باشن؟ مثلا نظر من، نظریات دوستان شنیدم، اول سلام دارم خدمت شما. به نظر من زمان از گذشته که زنان دنبال مردان بودن که بیشتر بوی عرق میدادن و به سر صورت خود نمیرسیدن، من فکر میکنم زمان از گذشته و بازم کلیشه ایست که آرایش باید زنان آرایش کنند مردان نه. امی فعلا هم مردان مصارف ظاهرشان اگر برابر یک زن نیست، از زن اون کده کمتر نیست، مجبور هستن معانه آرایشگاه برن. من نظر مثبت دارم، ناخونهای خود درست کنن، مثلا دستان خود توجه کنن، کریم چرب کنن، به صورت خود کریم بزنن، ریش سر صورت خود طور منظم برش برسن. به نظر من هیچ کدوم عیب نداره. ناخونه رو درست کنن منظورت مثلا مانیکور کردنه یا اینکه لاکم بزنن؟ اشکال نداره، بله، این اشکال به نظر من نداره. خب زمان تغییر میکنه، فکر کنین از قدامت ریمل از زمان مصر رایج بوده آرایش زن. خب کلیشه‌ای بود، باید زنان آرایش میکردن، اما وقتی که ریمل ساخته شد تقریبا 60 سال میشه، سال 60 که فکر کنیم 60-70 سال 65 سال میشه که ریمل رایج است. اگر چی ما بخوایم چی نخوایم، اگر آلی که همی فرهنگ آرایش زنان مردا رایج شده در جوامع مختلف، ما اول نمیریم به طرف کشورهای جهان سوم، از کشورهای جهان اول که شروع کنیم. ما چی بخوایم چی نخوایم به خاطر بازاریابی اینا امروز شما به این مسئله پرداختیم، فردا سینن میپردازه، فردا به فیسبوک رکلام میکنن به خاطر فروش لوازم آرایش، اما نه در حدی که یک زن مثل یک مرد مثل یک زن آرایش کنه، روژگونهای قرمز بزنن، لبکرین سرخ بزنن که علی به نظر من جالب نیست، اما تا حدی که به ظاهر خود برسن زیباست، تا حدی که به ظاهر خودشون برسن، ولی به هر حال یه تفاوتی هم باشه. متشکرم. از مژگان در آلمان خط جدیدی داریم در روی خط یکمون، ببینیم با کی. مهدی هست از مشهد. آقای مهدی در مشهد، زودی کلام رو میسپارم به شما، اگه بحث رو دنبال میکردید نظر شما چیه؟ سلام، سلام به شما. راستش من فکر میکنم که توی دنیا امروزی هر آدمی باید واسه خودش تعیین کنه که اصلا مردانگی یا زنانگی اصلا چی هستش. درسته. من خودم به شخصه بین افای زندگی بینی، یعنی پسری با پسری دوستم دارو برم که اینا آرایش میکنن، حالا نمیگم که همه مدل آرایش، ولی به هر سبکی که شده آرایش میکنن و این آرایش رو برای خودشون اینجوری شخصی سازی کردم. مثلا من یه دوستی دارم که فقط دست راستش رو لاک میزنه، همیشه لاک میشی همیشه میزنه،
و این دوستان نه گیه نه ترنس هیچ، اتفاقا استریت استریت و دوست دختر هم داره. میخوام بهتون میگم که اصلا این چیز با تعیین کننده نیست که طرف زنه، زن شده یا میخواد زن بشه. من خودم هم خیلی دوست دارم لاک بزنم و لاک هم میزنم، ولی هیچ وقت وقتی لاک میزنم هویت خودم از دست میدم. یعنی فکر نمیکنم چون لاک زدم الان من زن شدم یا چون میخوام لاک بزنم الان من میخوام زن بشم. یک جامعه جامعه یک مدلی که ارائه میکنه، نه فقط در ایران، در جای دیگه هم هست، حالا با شدت و حدت کمتر و بیشتر، میگم مرد که باید کانون خانواده باشه، نوناور باشه، اگه جنگ بشه بره سربازی، در خاکریز بغلطه و مسائل اینچنینی. اگه یه مردی بخواد چند ساعت در روز و جلوی آینه یا حالا در به اصطلاح آرایشگاه مشغول آرایش و پیرایش و مسائل اینچنینی باشه، دیگه اون نقش مردانه ازش عدول کرده و شاید حتی جذابیت هم نداشته باشه برای خانم. های شما موافقی؟ نه، من با این موافق نیستم، با بیس این موضوع موافق نیستم، چون این همین تعاریف که شما گفتید تعاریف مردسالارانه است که توی جوام نه فقط ایران کنن، تو خیلی از کشورها این نرم ها تو اجتماع ایجاد شده و باعث شده که ماها قبول کنیم، یعنی قبولوندن بهمون که آره این زنا اینجوری هم زنا اینجوری باید باشن، مردا باید اینجوری باشن. ولی خیلی 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 وقتا شده که ما می‌بینیم که خیلی خانواده ها زن کار میکنه و مرده که تو خونه و بچه رو نگه می‌داره و هیچ تزلزلی تو خونه و خانواده شکل نگرفته. تمام این کلیشه ها که از فرهنگ مردسالاری میاد باعث میشه که ما یه تبعاتی بر ما داره، باعث میشه ما فکر کنیم که آره مردا باید اینجوری باشن و زنا باید اینجوری باشن. به نظرم این کاملا غلط. خیلی متشکرم، هم از مهدی در مشهد هم از مژگان در آلمان و بقیه شما که روی خط بودید، احیانا با ما صحبت کردید یا متاسفانه وقت بهتون نرسید. ببینیم که روی شبکه‌های اجتماعی چی برامون نوشتید. محمد در اینستاگرام میگه زیبایی ظاهری به هر شکلی پسندیده است، نگاه انعطاف پذیری داره. باز روی اینستاگرام مریم میگه مرد آراسته و مرتب خیلی خوبه، اما آرایش کرده نه اصلا خوب نیست، نظر متفاوتی بود. مارشال در فیسبوک میگه این فرهنگ داره برمیگرده به عقب، زمانهای قدیم هم مردان آرایش میکردن مثل مردان مصر باستان. اینم جالبه. راهله در اینستاگرام میگه من اصلا خوشم نمیاد از آقایونی که آرایش میکنن، سبک سنتی رو بیشتر میپسنده راهله. و بالاخره وقت دارم، یک کاربر در اینستاگرام میگه آزادی چیز خوبیه ولی آزادی با بی‌بندوباری فرق میکنه. این هم نظری است که بیشتر به نظر حکومت نزدیک میشه. ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید، امیدوارم که در برنامه بعدی هم به ما ملحق بشین، اما تا اون موقع مواظب خودتون باشین. خداحافظ.